هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، 20 از ماه اکتبر سال 2010 میلادی. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم و در باب مطالب مختلف من جمله شاهنامه صحبت میکنیم. بذار فرمایید غزلی از حافظ خدمت شما تقدیم بکنم. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. یک غزل متعلق به روزگاری است که عرض شود که امیر مبارز الدین محمد یک چیزی تقریبا شبیه این خمینی بوده، منتها مرد شجاعی بوده، مرد جنگی بوده. در واقع آمده است و با قهر و غلبه شیراز رو گرفته و آدم بسیار متعصب خوشکندیش صدهیبینی بوده، تا اونجایی که میخواسته از گور سعدی رو خراب بکند که اسلامش درست نبود. باری این از اون روزگار هست و بسیار بد گذشته به رندان، بسیار بد گذشته به آزادگان که همه همواره عرض کنم سرکارشون با بزم بوده است و با می. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشاید. یعنی زاهد راهش از خدا جداست. اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشاید. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بس در بسته به مفتاح دعا بکشاین. نامه تعزیت دختر رز بنویسی، تا همه مغبچگان زلف دوتا بکشاین. گیسوی چنگ ببری به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشاین. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. حافظ این خرقه که داری تو، ببینی فردا که چه زنار زرزیرش به دغا بکشایند. خدمت شما عرض میکنم که این قضایایی که در مملکت ما هست امروز بسیار بسیار شبیه این در تاریخ ها تکرار شد. این آقای خامنه‌ای میگن رفته است به قم و اینکه برای آقا مجتبی، اینا رو ما میشنویم، من نمیدونم حقایق امور، ولی بعید هم نیست که برای آقا مجتبی عرض شود که مشروعیت بگیرد که بگوید من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق، او را به همه دزدان جهان سپردم. خلاصه یه همچین چیزی. و این رو من رو به یاد معاویه انداخت و بیعتی که برای یزید گرفت، با توجه به این که معاویه مردی بود که شاکی نداشت، مردی بود که عرب رو برکشیده بود، مردی بود که شاهنشاهی برای عرب ساخته بود، مردی بود که جنگ دریایی کرده بود، قبرس تمام منطقه رو از دست رومی ها گرفته بود و عرض کنم که آدمی بود که دزد هم نبود، مثل اینها آدم کش هم نبود. در واقع از سبب که نشنیدیم که در زندانهاش به اعراب تجاوز بکنن، خیلی افتخار میکرد و احترام میکرد به اعراب. کتاب تاریخ طبری رو بردن خدمت شما، اونجایی که راه میفتد برای یزید عرض شود که بیعت بگیرد. و در عصر جدید زمانی که فیلد مارشال هیندنبرگ که رئیس جمهور آلمان بود و از این هیتلر هم بی اندازه نفرت داشت، وقتی این حزب نازی مرتب قدرتش بیشتر میشد و اینها، این رو هی مرتب میبردن پیش هیندنبرگ که این رو صدارت عظما بدهد. یه نگاهی به این مرد میکرد و میگفت نه. و بعد مجبور شد که این آقا رو در واقع به صدارت عظما منصوب بکند، اما گفت به شرطی که پاپن هم بیاد، فون پاپن با این مردک بیاد، این تنها نیاد، من به اعتماد ندارم، ممکن است از این یه پستچی در بیاد، اما این صدارت عظمای مملکت بزرگی مثل آلمان این برای ساخته نشد. و بعد بیچاره پیر شد فیلد مارشال هیندنبرگ، آمدن یک نامه جعلی ساختن که هیتلر هم رئیس جمهور هست، هم عرض کنم که صدر اعظم هست، پاپن هم بیچاره رو بیرونش کردن از کار.
همین جعلی که کردن در باب خمینی و این داستان آقای خامنه‌ای، مملکت ما واقعا به یک کمدی تراژدی تبدیل شده است. و همچنین است داستان، عرض کنم که لنین و استالین که تیر خورده بود بعد مریض شده، اینها تو بستر افتاده بود، قرار بود که یک تشکیلات، یک سخنرانی بزرگی در یک مجمعی از این کمونیست‌ها باشدن چاقوکش‌ها، عرض شد که و قرار شده بود که این استالین رو، چون میدونست این چه آدم فرومایه و رذلیست، گفت خواسته بود این رو عزلش بکند، اما اون مرد بیچاره و اون جلسه هم عقب افتاد. این نامه ساختن که ایشون گفته است که این استالین رئیس همه باشه، صدر هیئت رئیسه باشه، داستان قدرته. حالا این آدم ورشکسته که مورد نفرت صغیر و کبیر مردم ایران هست، راه افتاده است برای آدمی که هنوز به قدرت نرسیده، از بزرگترین دزدان بین المللی هست و میگویند یک میلیارد و نمیشه میزان پاوندش رو انگلیس فقط اونجا فریز کرده، میخواد اینا ما رو چگونه، یعنی در باب ما چه میاندیشن واقعا، فکر میکنن ما چگونه مردمی هستیم، یعنی ما مردمی هستیم که همواره میشود به ضرب چوب و چماق و ترس و ارعاب به ما حکومت کرد. حالا من از این تاریخ عصبت که و نصیحتی که به یزید کرده، میگوید من 5 مخالف دارم، میگن 5 با 6 تا من میخونم خدمت. من گردن کشان عرب رو نرم کردم، با این 5 نفر یکی یکی هم میگوید که با اون چه بکن. یکیش هم این حسین بوده، حسین آقای خود ما که کودتاش به جایی نرسید و همه ما رو سر کار گذاشت. برویم ببینیم که محمد ابن جریر اینجا چه گفته است. بله، طبری در مقدمه‌ای که آمده است برای موضوع کودتای حسین ابن علی، اینجا به 2 جا به این داستان اشاره کرده. خب، خبر بیعت ستدن معاویه از بهر یزید، یعنی همین خبر بیعت ستدن خامنه‌ای از بهر مجتبی، که البته ناگفته نماند که این آخوندهای قوم این علی خامنه‌ای رو به چیزی نمیگیرند، یعنی تا اونجایی که به روایت و درایت و فقه و تفسیر و تعبیر و همه این مهملات هست که همش یک قازنه ارزیده در تاریخ، این رو قبول ندارم. میگن این آقا بی سواده و این حق فتوا هم ندارد. حالا این آقا رفته و از کن اجامر اوباش هم به دور خودش جمع کرده، مبالغ چلو کباب و دیزی و اینا هم داده، پول هم پخش کرده که بیان براش کف بزنن و اینا، ببینیم چه میشود. خب، و 3 سال برآمد، ترجمه طبری، به سال 56 اندر معاویه اهل دمشق را جمع کرد تا یزید را بیعت کردند. پس از آن به همه شام و همه شهرها کس فرستاد تا بیعت یزید بر مردمان بگرفتند. یعنی در واقع رأی می گرفتند. این نبود که بگد من اینجا هستم، چماقم دستم، آدم کشم دارم، هر کس منو می کشم. نه، می خواست که خلافتش، پادشاهیش مشروع باشد. چیزی که بیعت میکرد، یعنی میامد مینشست در حضور جمع دست میداد و بیعت میکرد، یه هم زیرش نمیتوانست بزنه، چون مطابق سنت عرب کسی که قول میداد و بیعت میکرد نمیتوانست که برود بیرون میگه من بیعت نکردم. خب، منظور این که اونا از اینا خیلی بهتر بودن، قابل قیاس نبودن. خب، و عبیدالله ابن زیاد را نامه کرد تا از اهل کوفه و بصره و خراسان بیعت یزید بستد، و به پارس و کرمان و اهواز نامه کرد و از مشرق تا مغرب هرچند که مسلمانی رسیده بود بیعت یزید بپذیرفتند مگر 5 تن. پس 5 تن بودن، درست عرض کردم خدمت، اینا 5 نفر بودن که بیعت نکرد. 4 تن از مدینه و 1 از مکه، و عبدالله ابن عباس به مکه بیعت یزید نکرد و او به طایف بود که زیعت خریده بود و چشمش نابینا شده بود. بسیار سعی کرد این عبدالله ابن عباس که به علی کمک بکند، اما علی اون مایه عقل نداشت که
به نصایح این مرد گوش بکند و شکستش هم همین بود که مشاوره نمی کرد. وقتی هم مشاورت می کرد گوش به حرف کسی نمی داد. یه قمه دستش بود که باش آدم ها کشته بود، این را افتاد و همین داشت را می افتاد. می گفت مسلمانان بشتابید بریم جنگ. این عبدالله ابن عباس یکی از هوشمندان عرب بوده در اون روزگار. چند نفر بودن؟ یکی قیس ابن سعد ابن عباده بود که این هم از بزرگان بود، آدم حسابی بود، پدرش آدم حسابی بود، گوش نمیگه به حرف کسی. یه آقام علی یه چیزی بوده، یک معجون غریبی بوده. خب و او گفت مرا چشم شد. مرا چشم شد یعنی چشم ندارم، چشم من رفت نیست، از من خلیفتی نیاید. اگر بیعت من بود یا نبود روا بود. و از اون چهار تن که به مدینه بودن، یکی حسین ابن علی بود رضی الله عنهما و دیگر عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر، عمر الخطاب، و چهارم عبدالرحمن ابن ابی بکر رضوان الله علیهم. این تعدادی که نام بردم اینا کسانی بودن که بیعت یزید البته نپذیرفتن. خب و همه مدینه یزید را بیعت کردند مگر این چهار تن. مروان از مدینه نامه کرد و معاویه را از اون بیاگاهانید. پس معاویه به مروان نامه کرد که این هر چهار را مجنبان تا من بیایم. و سعید ابن عثمان ابن عفان رضی الله عنه به دمشق بود و با یزید بیعت کرده بود. چون بشنید که این چهار تن بیعت نکردن، او نیز از بیعت پشیمون شد و گفت پدر من از پدر ایشان بتر نبود و نه من از ایشان بترم و مرا اندر این بیعت چه شتاب بود. پس سوی معاویه اندر آمد و گفت تو دانی که پدر من به جای تو چه کرد؟ پدر من به جای تو چه کرد؟ یعنی در حق تو چه کرد؟ در این محاوره تند کابوس کی با رستم، نخستین بار ما اونجا شنیدیم، چون این تاج بر تارک بیبه ها بسی بهترن در دم اجده ها. همه هر چه گفتی سزای من است، زتو نیکویی ها به جای من است. خب به جای که پدر من به جای تو چه کرد و من نیز چنان نکردم. حالا از این بگذاریم. خب ما عرض شود که بعد میگوید که و چون سعید برفت و به خراسان، چون معاویه به بهانه عمره یعنی حج عمره به مکه آمد تا با این چهار تن بیعت گیرد. به اون مروان کسی بود که از کنم شمشیر خورده به گردنش و گردنش هم کج بود، محافظ خانه عثمان بود در یوم دار، یعنی روزی که جنگ در خانه عثمان در گرفت و بعد خود اون هم یک روزی خلیفه شد. البته گفت اینا رو مجنبان، یعنی دستشون نزن، اذیتشون نکن تا من بیام از بیعت بگیرم. خب و راه گذر به مدینه کرد و حسین ابن علی علیه السلام را بخواند و از او بیعت خواست. حسین گفت من چشم دارم بدین چهار تن. گفت اگر اونا بیعت کنن منم میکنم. من چشم دارم بدین چهار تن، یعنی من منتظر اونها هستم. معاویه گفت چون ایشان بیعت کنند توانی؟ گفت که نکنم. و گفت توانم. گفتا برو و کس را مگوی. و هر یکی را از این چهار تن بخواند و همچنین گفتند و جواب چنین دادند و بازگشتند. اینا گذاشتن معاویه رو سر کار، هر کسی یکیشو می‌برد میگه من به اون چهار تا بستگی داره کارم. خلاصه معاویه سوار چنان دید که خاموش باشد تا این سال بگذرد. پس او به مکه شد و حج بکرد و باز مدینه آمد و مروان را از مدینه با خیشتن ببرد و گفت نباید که تو با این مردمان درشتی کنی. و عمل مدینه به ولید ابن ابی سفیان داد و هم بر این حال تا سال 57 در آمد. و بعد وصیتش رو هم میخونم خدمتتون چون خیلی مهم هست. وصیتی که به پسرش یزید کرده در باب این چهار نفر خیلی جالب دانایی معاویه رو نشان میدهد. میگوید که و چون سال 60 در آمد به ماه رجب اندر معاویه بمرد. شرح مردنش هم خیلی جالبه. میگویند گفت من نمیخوام که مردم منو ضعیف ببینن. نشست یه متکا پشت سرش و چشماشو سرمه کشیدن، خیلی با ابهت نشست که برای خداحافظی میآیند او رو ضعیف نبینن.
یه همچین آدمی بوده. و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر، بدان که من هرچه به بایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم مگر از 5 تن. یا آقای علی خامنه‌ای هم باسی به پسرش بگوید ای مجتبی، من بسیار آدم کشتم و در همه زندان‌ها شکنجه کردم و چنین و چنان کردم، اما حدود 60 میلیون دشمن داریم، نتوانستم گردن اینها رو نرم بکنم. اگه بخواد به شیوه معاویه به پسرش بگه، اینو باید بگه. اون میگه ما 5 تا مخالف داریم، اینها حداقل 60 میلیون نفر مخالف. خیلی خوب، بله. و من تو را بگویم با هر کسی چه کن. گفت مراش نشون میدم با یکی یکی اینا چه بکنی. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، این اهل عیش و عشرته. او هرچه خواهد بده تا بدون مشغول باشه. گفت پول عرق شراب این تشکیلات این آقا رو بده، بره لاس وگاس صفاشو بکنه، قمار بکنه، کاری بکاره نخواهد داشت. ببینید با اینا با سیاست رفتار میکنه، نمیگفت است بیاری بزنی زندان یا شکنجه کنیم یا بزنیم تا ما بیعت بود. که 1000 و اندی سال پیش. و عبدالله ابن عمر، این پسر خوب عمر بوده، مردی متقی بوده، ذکر ایشون رو پیش از این کردیم، و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است. او خود ملک نجوید، او دنبال پادشاهی نیست. و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تا بیعت بکند که او از همه بتر است. این خیلی خطرناکه. و حسین ابن علی به بیعت خوان، اگر بیعت کند هرچه خواهد بدهش و نیک دارش که ما این ولایت از ایشان داریم، پس اگر بیعت نکند خیشتن را از ایشان نگاه دار. و اگر بیعت هم نکنه جنگ نکن، خشونت نکن، خیشتن از ایشان نگاه دار. بله. و اهل مدینه و اهل مکه و مدینه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بودند، یعنی به من کمک کردند. پس بمرد به دمشق و همونجا به گور کردندش و نسبتش معاویه ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عبد الشمس بود و مادرش هند بود بنت عتبه. اینم داستان عرض کنم سیاست معاویه در باب خلافت یزید که میگه به سال 60 اندر بمرد. میدانید که سال بود، سال 60-61 بود که کودتای حضرت امام حسین علیه السلام، یعنی این سال به کودتاش نگرفت و او را بکشتندش به کربلا به خاری. لحن تبری میگم خدمتتون. خب یکی از گنجینه هایی که جدید به دست من رسیده است و بسیار سپاسگزارم از فرناز دوست گرامی از ایران، زحمت کشیدن 5 مجلد قطور که یک استاد محترم به نام آقای عزیز الله جوینی تحریر فرموده است در باب عرض کنم شرح شاهنامه و لغات مشکله و از اینجور چیزها، که بسیار بسیار کار مفیدی است و من به این مرد بزرگ وطن دوست درود بفرستم از اینجا. به شما هم اگر که فرصت دارید می توانید این کتاب رو بگیرید و استفاده بکنید، بسیار مشکلی شو هست. بعضی باب بعض مطالب من با ایشان البته موافق نیستم، اما به هر صورت کار بسیار بسیار جذاب و جالبی کردن و زحمت بسیار کشیدن. یکی دو موردش رو زمینه که داستان رستم و سهراب رو میخوانم خدمتون خواهم گفت که چرا من نمیپسندم عرض کنم تحلیلی که ایشان کرده است و مفاهیمی که ایشان از بعض ابیات به دست داده است، به چه دلیل. بله که البته ایشون این شاهنامه عرض کنم که همین فلورانس رو برداشتن و این کار رو برای شاهنامه فلورانس کردن که خب شاهنامه خیلی به هم همیشه شبیه هستن. و من عرض شد که این شاهنامه فلورانس باید در بارش بیشتر صحبت کنیم. حالا این شاهنامه رو در ایران دوستان مرحمت کردن، پیدا کردن، برای من فرستادن، یعنی نسخه عکسیش رو وقتی به دست من رسید در بابش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم امیر جان، به انتخاب شما برویم و برگردیم ببینیم چه میکنیم تا چند دقیقه دیگه. تنها نه هر دو دیده من محو روی توست، سوی تو هم
سهر سر مژگان اشاره است. زیور به خود مبند که زیبا ببینم امد با دیگران مبا با دیگران مباش که تنها ببینم اتمنا Thank you.
با درود بر شما هموطنان گرامی، آواز بسیار بسیار دلاویز ایرج رو شنیدیم. هر سبت که فکر میکنم شما هم بسیار آواز این خواننده بزرگ رو شنیده. دو تا نسخه اینجا پیش من هست، یکی چاپ مسکوس، یک جلدیشو آوردم از روی چاپ مسکو، البته عرض کردن دوستان مرحمت کردن اصل چاپم بند دادن، یکی هم جلد دوم بایستی باشد، بله جلد سوم از کاری که آقای جوینی کرده است و این نسخه فرانس رو چاپ کرده اینجا. و یه بیتی اینجا هست در بابش خیلی بحث بوده، خیلی استادان بزرگ ما در این باب اشتباه کردن، بنداری هم به غلط ترجمه کرده. یعنی در باب تصحیح شاهنامه تصویر کلی داستان اگر در ذهن نباشد انسان به خطا میره. شیوه جنگ را اگر به نیکی ندانی، اینجا یک زنی آمده به میدان، زن دلاور و نبرد کرده با سهراب و خب حریف نشده، بعد عرض شد که راه گریز در پیش گرفته. اینجا یک بیتی هست، چه آمد خروشان به تنگندرش، بپیچید و نه به جنبید. و این در این شاهنامه چاپ مسکو مطمئنی بر لندن میگوید به جنبید و خب اینا هر دشتن می جنبیدن، سوار اسبن، بپیچید و یعنی بدنشو پیچید و کلاخود رو از سر گردآفرید. کی برداشت؟ سهراب، نه گردآفرید، زن دلاوری که آمد و جنگ کرد و اون صحبت ها رو کرد، خودش نمیومد کلا خودش رو برداره موهاشو بریزه، که همچی چیزی محال بوده برای گردآفرید. سهراب، حالا سهراب شک کرده بود هرچی بود، بپیچید و این بپیچید نشون میده که سهراب تنش پیچید و دست دراز کرد خود گردآفرید رو برداشت. بنداری که ترجمه عربی کرده از شاهنامه هم به خطا رفته، گفته از خود گردآفرید، خود اصلا ساختار داستان اینو ایجاب نمیکنه که این زن دلاور یعنی اونقدر حس ضعف بکنه که بخواد از زن بودنش استفاده بکنه، همچی چیزی نبود. گریخ گردآفرید به طرف قلعه، خب بعد میگوید که چه آمد خروشان به تنگ اندرش، یعنی سهراب میگوید که بپیچید و نه به جنبید و بپیچید و برداشت خود از سرش. استاد بزرگوار ما استاد مینوی هم عرض کنم در این باب گمان فرموده بودند که گردآفرید کلاه خودش رو برداشت، نه چنین چیزی خطاست، اصلا با ساختمان شعر و این بیت سازگاری نداره که گردآفرید داری میگرزه بعد یه مرتبه کلاه خودش رو برداره. و این خیلی خیلی عرض کنم عمل عرض کنم که زشتی بوده، بسیار با ترس توأم بوده، همچین کاری را نمی کرد. چه آمد خروشان به تنگ اندرش، بپیچید و برداشت خود از سرش. خیلی خوبه این ترکیب بپیچید، بسیار بسیار بهتر است از بجنبید. باری خواستم این رو گفته باشم خدمتتون، قبلا هم گفتم. خب بعد اونجای رو میخواندیم که از بالای باره یعنی از روی دیوار سر دژ گردآفرید صحبت میکرد با سهراب. خب اون دو بیتی که گم شده و عرض کردم میگوید بخندید در جواب سهراب هست، براتون میخونم. میگوید که تهدیدش میکنه گردآفرید، حالا در بسته گجده هم در بسته و سهراب پشت در هست، گردآفرید هم اون بالا. بدون زور و اون بازو و کتف و یال، ندیدم تو را از بزرگان همال. همال یعنی که یعنی برابر، همسر، هم نبرد در واقع. بدو گفت سهراب که خوب چه به تاج و به تخت و به ماه و به مر، که این باره با خاک پست آورم تو را، عزت هم گر به دست آورم، چو بیچاره گردی و پیچان شوی، ز گفت نبهره پشیمان شوی. بخندید او را به افسوس گفت که ترکان از ایران نیابند جفت، یعنی زن نمیتوانند بگیرند، چون این بود و روزی نبودت زمن، بدین درد غمگین مکن خیشتن زمن. خب زمن پند بپذیر و شو بازگرد، وگرنه برایت زلشگرد گرد، که این آگهی گر شود نزد شاه، همانگه فرستد سوی ما سپاه. شاه یعنی که کابوس. وگر شاه و رستم به جنبت زجا، شما با تهمتن ندارید پای. که البته اختلافی هست بین اینو نسخه لندن. بعد نماند یکی زنده از لشکرت، ندانم چه آید زبد بر سرت،
دریغ آویدم که این چنین یال و صوف همی از پلنگون بباید نهفت. که عرض کردم یه غلط صریحیست، همی از پلنگون بیابد نهفت. تو را بهتر آید که فرمان کنی، رخ لشکرت سوی ایران کنی. نباشی پس ایمن به بازوی خیش، نباشی بس ایمن به بازوی خیش، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. حالا این داستان گاو نادان ز پهلوی خیش شهرها برانگیخته و کسی هم کلید رو پیدا نکرده است. در این زیرنویس خدمت شما میخوانم نظر آقای جوینی را میخوانم و در بابش صحبت میکنیم که خورد گاو نادان ز پهلوی خیش چگونه تحلیل شده است. اینجا میگوید که بله، در پاورقی عبارت بنداری فنستار آورده و گفته است مراد این است که هر که جان خیش را به خطر بیند بیاندازد مثل گاو نادان است. خب دوم، دکتر شعار انوری در قمنامه صفحه 90 فلان از مجله سخن آوردن خورد گاو مثل است و در نصیحت الملوک آمده مثل تو چون ستوری بود که سبزه بیند و بسیار بخورد تا فربه شود و فربهی او سبب هلاک او باشد که بدون سبب او را بکشند و بخورند. که این مطلب در مثنوی هم به صراحت آمده که گاو اگر خسبد و اگر چیزی خورد بهر عید و زر او می پرورد یا خود می پرورد. یعنی گاو اگر میخوره و اینها برای این است که اون رو بکشن. پس عبارت خورد گاو نادان ز پهلوی خیش بدین معنی است که گاو نادان نمیداند که برای بهره‌مندی از گوشت و پهلوی چرب اوست که به او آب و گیاه میدن و مفهوم بیت چنین میشود که تو به نیروی بازوی خود مناز و خود را مانند گاو نادان به هلاکت مینداز. پایان سخن. بعد آقای جوینی، پس از این مطلب دکتر رستگار فسایی در رستم و سهراب خود گوید بنابراین بهتر است که حرف مرا بشنوی و به توران بازگردی و زور بازویت تو را مغرور نسازد که مثلی است گفتند ضربتی که گاو نادان میخورد از پرواری خود اوست یا آفت طاووس آمد پر او پایان. خب اینا نظرات اون چند دانشمند بودن، خود ایشون یک نظر جدید ارائه فرموده است. همونطور که خوانندگان محترم میبینند در شعر فردوسی سخنی از پرواری و علف خوردن به میان نیامده است و ما نمیدانیم از کجا این شعری معنی به دست میاد و در ترجمه بنداری هم چنین چیزی نیست. اما این بنده یعنی آقای جوینی در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در فلان صفحه و فلان ماه و فلان اینها شرحی بر این بیت نوشتم که خلاصه را انجام میابد. رسم است که در بیشتر روستاهای ایران حیوانات را به جنگ و زورآزمایی در یک میدان وسیع وامی دارند. خیلی خوب، از آن جمله است هم شاخ شدن دو گاو و در آویختن اونها با هم که میتواند بهترین سرگرمی به شما راید. اما شینگه چیبه جنگیدن دو گاو بدین قرار است نخست با سر به یکدیگر حمله میکنند و از هر گاهی بله یکی از آنان دو دیگری را عقب میراند و پس از مدتی پیکار یکی از آن دو خسته و ناتوان میشد، کم کم شاخ را رها و خود را به عقب میکشد تا در یک فرصت مناسب پای به گریز نهد. اینجاست که گاو غالب با دو شاخ خود به پهلوی گاو مغلوب میکوبد و اون آسیب فراوان میرساند. شبیه به این مضمون یعنی از پهلو خوردن بیتی است که نظامی در خسرو شیرین به تحصیل وحید دستگردی آورده است که شعر آقا را آورده است: سگ قصاب را در پهلوی میش دیگر باشد ولیک از پهلوی خیش. به نظر چه میرسد که باید رابطه بین نمیدونم بیت نظامی فلان باشد. خیلی خوب، حالا اینجا ایرادی که بر این هست این است که استاد محترم آقای جوینی این است که اگر اون گاب که با اون گاب سرشاخ شد عقب نشست، این که از نادانیش نیست استاد، قربونتون برم، این از ضعفش بیچاره. گابی که عقب نشسته نه که نادان بوده که عقب نشسته، زورش کمتر از اون گاب بود. دومی که شما از کجا میدونی که حتما میزنه به پهلوش؟ خب بنده این جنگ رو دیدم، اینجور چیزها رو خب بالاخره تو فیلم هم هست، همه جا هست، ممکنه بزنه به گردنش، ممکنه شاخش رو بزنه به دستش، بزنه به دندش، حتما به پهلوش که نمیزنه که شما چنین استنتاج خیلی غریبی این استاد محترم بزرگوار که کارشم خیلی بارزش است فرموده است. من فکر کنم تحلیل دیگران خیلی بهتر از تحلیل آقای جوینی است. منطق کار درست نیست که بگیم که این گاب چون عقب نشست پس نادان بوده و بعد اون آقا گاو اول که زور زیاد بیاره حتما میزنه به پهلوی این. منطقه خرابیست.
بله، ولی عرض به اون دو سه موردی گفت، حتما من فکر میکنم یک قصه داستانی، یک چیزی در روزگار فردوسی بوده که مشهور بوده، مثل همین قصص کلی و دمنه که امروز ما میدانیم، و این از اونجا آمده. این حدس من هست البته، حالا دوستان سعی کردن به لطایف الحیل این رو بچسبانن به این قضایایی که آمد، اما هیچ کدامشون به درستی جواب این مصرع رو نداده است. واسه همین توضیح رو هم خدمتتون داده باشم. خب چو بشنید سهراب ننگ آمدش، که آسان همی دژ به چنگ آمدش. چنین گفت که امروز بیگاه گشت، ز پیکار ما دست کوتاه گشت. برآورم به شبگیر از این باره گرد، ببینید ببیند دژ، که دژ می نویسه تو این کتاب، آشوب رزم و نبرد. رزم و نبرد یعنی چی؟ این حشو قوی هست اینجا. از کنم اجازه بدید که از چیز بخونم. رزم و نبرد که هیچ جای شاهنامه ما رزم و نبرد ندیدیم، آشوب روز نبرد، نه رزم و نبرد. غلط در این عرض کنم که نسخه فلورانس بسیار زیاد هست، به خصوص در ابتداش که چندین بیت پشت سر هم جعل مطلق به فردوسی نسبت دارد که من مسئول این دروغایی که میگم نیستم، که دروغش نه جرم من است. به نزدیک روشنوران روشن است، نمیدونم روشن است که این جرم جرو و دروغش نه جرم من است. حالا یه مردی که همه عمرش رو گذاشته با اون افتخار و با اون عزت و با اون بزرگی و سعادت میگوید که از کنم تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زمانه مدان. از این هرچه اندر خورد با خرد، یا چند اندر خورد با خرد، دیگر از ره رمز معنی برد. نمیدونم بگد که این دروغ، من دارم دروغ میگم، جرم دروغش با من نیست. چند بیت یه همچین نسخه خیلی باستی آدم احتیاط. البته ابیات بسیار بسیار اصیل هم که جای دیگره نیست در این کتاب هست، اینا فراموش نکنید، اما تعدادش خیلی محدوده. یکی این بیت هست: به زیرندرت رخش گویی خر است. تحقیر میکنه، میخونم خدمتتون، سهراب رستم رو تحقیر میکنه که این رخش تو، اینها اسب تو مثل خر میمونه. به زیرندرت رخش گویی خر است. همه نسخه آوردن دو دست سوار از همه بدتر است، که خیلی خیلی ضعیفه، ناقصه، ولی در این نسخه آمده است دو دست سوارش چون نی بیبر است. خیلی خیلی عالیه، خیلی خیلی خوبه. اما جعلیات هم درش بسیار زیاده. این سرفصل ها بسیار بسیار بده، و سرفصل ها اساسا سرفصل نیست، چون سرفصل ها اونجاییست که داستان آغاز میشه. این معرفت در واقع آغاز و انجام رو نویسنده کتاب نداشته، اون کاتبی که مینوشته، چون همواره از یک زمانی آغاز میشه که خواننده شنونده بتواند ببیند که زمان کجا بود. با یک طلوعی، یک غروبی، یک حالتی آغاز میکنه و انجام میرسانه. بعد سرفصل، این سرفصل ها مخلوط هست با همه داستان. بعض اوقات من شک میکنم که نکند که ابتدا سرفصل ها رو نوشتن، بعد مطالب رو در واقع فید کردن توی این کاغذ ها، و هر سرفصل همه جا هست. خب بله، خب چنین گفت که امروز بیگاه گشت. سهراب گفتی که شب شد، ز پیکارمون دست کوتاه گشت. این نسخه چاپ مسکوست که 99.5% همون نسخه لندن است. برآورم به شبگیر از این باره گرد، ببینید آسیب روز نبرد. نه جنگ و نبرد. خب چو برگشت سهراب، یعنی سهراب آمد به لشکر، حالا حصاریان در اونجا هستن، هجیر دستگیر شده، گرد آفریدم در میدان شکست یافته، نامه واسه بنویسن، شکایت نامه به کاووس. چو برگشت سهراب گژدهم پیر، بیاورد و بنشاند مردی دبیر.
یکی نامه بنوشت نزدیک شاه، برافگند پوگند مردی به راه. نخست آفرین کرد بر کردگار، نمود آنگهی گردش روزگار. سر تمام نامه ها نخست آفرین بر کردگار و خداوند هست. ما هیچ مورد ندیدیم که نخست آفرین کرد بر پهلوان، همچین چیزی میسر نیست. دیدم نسخه آقای خالقی در نامه‌ای که هر سبت که کابوس نوشته است به رستم، مأمور بردنش هم گیف بوده. گیف همواره نامه های مهم رو گیف میبرده است به زابلستان خدمت رستم. نخست آفرین کرد بر پهلوان، همچین چیزی غیر رسمی و غیر ممکن بوده، هرگز چنین چیزی نبود. سر دفتر به نام خدا بود. چرا؟ تنها جایی که پهلوان نامش میرفت، پهلوان در واقع شخصیت مورد علاقه باش آغاز میکردن، در مجلس می بود. اون کسی که اول یادش میکردن هنگام می شراب خوردن، اون فردی بود که بیشتر بهش احترام داشتن در اون جمع میخواران. وگرنه همواره نامه گفت ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. نظامی همواره این که آفرین کرد بر پهلوان غلطه. آقای خالقی هرچی خودش خواسته انتخاب کرد. تصحیحشون یک تصحیح استحسانیه و تصحیح استحسانی معمولا یعنی چند تا نسخه بذاریم اون که بهتر است انتخاب کنیم. متاسفانه اون تا اونجا که من دیدم خیلی مواقع اون که بدتر بوده انتخاب شده. چون در کار تصحیح استحسانی نه تنها اطلاعات خیلی زیاد لازم هست، ذوق سرشار و حاد، تشخیص سره از ناسره. این که ما یک نسخه رو نسخه اساس قرار بدیم و بخش اعظمش رو ندیده بگیریم و غلطهاش رو نبینیم و جعلیاتش رو نگاه نکنیم، یعنی که اصلا قابلیتی اساس بودن نداره. و اگر اساس شد نمیتوانیم که بهش وفادار نمانیم. این عرض کنم از قرن 18 لاخمن و خیلی کسان بودن که بنیانگذار این نقد تصحیح ادبی هستن. اینها یه چارتی گذاشتن، یک نمیدونم راهکاری دادن. مرحوم قزوینی میخواد تصحیح بکنه، همین مسکویچا میخواستن شاهنامه تصحیح کنن، وفادار موندن به نسخه لندن، حتی غلط‌هاش هم خیلی موارد ندیدن یا نخواستن دست بزنن، خیلی خیلی کم دستکاری کردن. مرحوم قزوینی میخواد حافظ تصحیح کنه، نسخه عبدالرحیم خلخالی رو گذاشته و بقیه نسخ رو به قول خود ایشان برای ترجیح جانبی بر جانبی نگاه میکردن، نه اینکه مشت کنن یه تیکه از این یه تیکه از اون تیکه از اون بردارن. البته در باب شاهنامه به گمان من ممکن نیست شما یک نسخه رو نسخه اساس قرار بدید، به جهت اینکه این اقدم نسخ اینجا کار نمی کند. اقدم نسخ در جایی کار می کند که این نسخه به دست آمده به حقیقت خیلی نزدیک باشد به روزگار شاعر. می گوییم آقا این 10 سال با حافظ فاصله دارد، این دخل تصرف درش کم شده، بهتر است. که البته این هم not necessarily، نه الزامن، اما به هر صورت. اما این که یک نسخه ای که آدم 276 سال با شاه فاصله، این اقدم نسخ نیست. به نظر من مثلا نسخه قاهره خیلی معتبره، نسخه لنینگراد خیلی معتبره، نسخه لندن بسیار بسیار معتبره. اینا همه رو باید بگذارن و یک تصحیح درستی از شاهنامه به دست بیاد. خیلی خوب، حالا خب میگوید که نامه نوشت که آمد بر ما سپاهی گران، همه رزم جویان و کنداوران. یکی پهلوانی به پیش اندرون که سالش 10 و 2 نباشد فزون. این 10 و 2 هم به نظر من غلطه. بسیاری جاها و در همین ترجمه بنداری 2 و 7 که سالش 2 و 7 ناوید فزون، خیلی بعیده بچه 12 ساله. و در یکی از این تصحیحات هم دیدم که رستم وقتی با گیف صحبت میکنه میگوید پسر من کودک، بیشتر از 7 سالش، بیشتر از 2 و 7 نیست. این است که حالا 10 و 2 یعنی 12، ولی 2 و 7 جای دیگر که سالش 2 و 7 ناوید فزون. خیلی خوب. به بالاز سرو سهی برتر است، چو خورشید تابان بدو پیکر است. سهراب رو میگه.
برش چون بر پیل و بالاش برز، ندیدم کسی را چنان دست و گرز. چو شمشیر هندی به چنگ آیدش، ز دریا و از کوه ننگ آیدش. در کتاب مستطاب شاهنامه همواره ترگ رومی، شمشیر هندی و سپر چینی است. به دادار دارنده از زبان گیو در خونخواهی بهرام، به دادار دارنده هور و ماه، به روز سفید و به شام سیاه، که جز ترگ رومی نبیند سرم، که تا خون بهرام باز آورم. همواره ترگ رومی، حالا به چه دلیل؟ اینا باز تحقیق بشه. شمشیر هندی میدانیم چرا، به جهتی که فولاد ابتدا در هندوستان توسعه یافته، ذوب آهن ابتدا در هندوستان بوده. مشهور هست که یک استوانه آهن خالص در هندوستان هست که از روزگار خیلی خیلی قدیم هست. یک مطلبی میخوندم از نهرو، پاندیت نهرو، خیلی افتخار کرده بود که تو فارسی میدانست، نهرو پدرش هم خوب فارسی میدانست، که در شاهنامه همه جا گفته است تیغ هندی. خیلی با یک افتخاری از این داستان نام برده بود، که میگوید چه شمشیر هندی به چنگ آیدش. اتفاقا بعدها که ما شمشیرها رو نگاه میکنیم امروز، شمشیرهای هندی خیلی هم بد هستن، اینا که مونده تا این روزگار از عهد صفوی و اینها، از سبب که این دسته های اینها خیلی مشکل تو دست گرفتن، تش یک مهره، یک مثل واشر مانند، جلوش هم واشر دست رو درد میاره. من از هندی پرسیدم آقا اینا داستان چیه، این دست رو درد میاره، نمیشه گویی باستی محکم بگیریش که نیفته، اینا به خاطر این اینو ساختن. اما عرض شد که ساخت شمشیر در قدیم حتما خوب بوده در هندوستان، چون آهن اونجا کشف شده، ذوب آهن اونجا بوده. نمیدونم از شد که فولاد دمشقی می ساختن، دمشق استیل، اینا جزئیات عرض شد که کار مربوط به شاهنامه است. بگذاریم. چو شمشیر هندی به چنگ آیدش، ز دریا و از کوه ننگ آیدش. چو آواز او رعد قرنده نیست، یا چو آواز او رعد قرنده نیست، چو بازوی او تیغ برنده نیست، هجیر دلاور میان را ببست، یکی باره تیز تک برنشست، بشد پیش سهراب رزم‌آزمای، بر اسبش ندیدم فزون زن به پای، که بر هم زند مژه را جنگجوی، گراید ز بینی سوی مغز بود، که سهرابش از پشت زین برگرفت، برش مانده زن بازو اندر شگفت. میگه که آقا ما یک دلاوری داشتیم، همونطور که مطلع هستین، هجیر دلاور رفت به میدان سهراب، من به فاصله ای که ما مژه رو به هم بزنیم یا بو از مشام به مغز برسد، در این فاصله دیگه ندیدیمش، که سهرابش از پشت زین برگرفت. در این صورت، به این صورت آقای خالقی میگوید گر آید، از همین نسخه گرفته، گر آید به صیغه شرطی، گر آید ز بینی سوی مغز بود. امیر جان اگر موسیقی خدمتتون هست، قبل از اینکه اتاق فرمان بی زحمت، دنباله یک موسیقی رو مرحمت بفرمایید تا ما برگردیم خدمت هموطنان و مطلبی دیگر. تا چند دقیقه برنامه شماره 449. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، رضا برزنده و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ موزون چهارگاه از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از رفیق اصفهانی، همام تبریزی، واقف خلخالی. غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش. ای دل ز تو خوش سالی و ماهی، به نگاهی خوش کن دل من، گاه به گاهی به نگاهی. بر دیده خونبار من آن قوم که خندند، خون گریدشان دیده الهی به نگاهی. Oh, 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 oh.
که نوبت صلح است.
به به، این یکی رو منم نشنیده بودم واقعا. درود بر تو امیر عزیز، واقعا بسیار بسیار زیبا بود. ساز ورزنده رو شنیدیم، صدای ایرج به چه زیبایی، ویولن پرویز یا حقی، بسیار برنامه جالب بود. درود بر کسی که این برنامه رو به این خوبی ضبط کرده بود در یوتیوب. من فکر کردم قبل از اینکه شما خسته بشید از این بس خطا رو باز کنیم، مدتی با شما صحبت نکردیم، تلفن ها رو اعلام بفرمایید با هموطنان صحبت کنیم. یک برنامه هم دو شب است که ما با آقای فروزنده داریم در تلویزیون اندیشه در باب مطالب ایران. امشب هم من اونجا خواهم بود تا یادم نرفته. برنامه در واقع گرد همایی در المپیک کالکشن روز 31 هست، در عرصبت که همین شهر سنتا مانیکا. این دو مطلب هم خدمت شما گفتم عرض کنم. اینها گویا 7 مجلد است کار آقای جوینی که 6 تاش منتشر شده و مشغول تحریر مجلد 7 هستند. بسیار بسیار کار مفیدی است، چون هرچه شاهنامه پیشتر آمدیم مبهم شده، مبهمتر شده. به خاطر همین عرض کنم که خطاهایی که درش وارد شده، بعضی ابیات از معنی خارج شده، متاسفانه چنین هست، خطا همه شلوغ شد. بفرمایید. درود بر شما. الو، درود بر شما قربان. من قربان، حال شما خوبه؟ سلامتی. درود بر شما، حال شما خوبه؟ جونم عزیزم، بفرمایید. خواستم با استاد مشیری حرف بزنم قربان. من مشیری هستم، صداتون هم میاد، بفرمایید. حال شما چطوره استاد؟ ممنونم عزیزم، بفرمایید. قربان، میخواستم که سلام عرض کنم خدمت شما، بگم که من یه جوان ایرانی هستم و واقعا افتخار میکنم به شما که واقعا کوشش میکنین که خیرات تو کشور ما زیاد بشه. چون ما استاد، شما خودتون در جریان هستین که ما همیشه از این بیخردی داریم رنج میبریم. به امید اون روزی که یه هر ایرانی بتونه واقعا با فکر باز، با اندیشه باز بتونه صحبتاشو انجام بده. درود بر شما. به امید دموکراسی. درود بر شما. از کجا زنگ میزنی عزیزم؟ والله من از اهواز زنگ میزنم. اهواز زنگ میزنید. دو دوستان سلام برسونید. مطلب دیگری ندارید؟ قربان شما، انشالله که همیشه سالم و سلامت ببینم اتون قربان. درود بر شما، خیلی خیلی لطف فرمودید دوست عزیز. خداحافظ شما. ممنونم. این مطلبی که هموطن ما گفتن خیلی خیلی مطلب مهمی است. مهمترین مطلب هم این است که ایشون گفتن کمه بتوانن با آزادانه صحبت خودشون رو بکنن. اون موقع جامعه اصلاح میشود که همه اندیشه ها آشکار بشه، اندیشه های خوب، اندیشه های بد. خود جامعه بهترین رو میپسنده، نه اینکه مردم رو خفه بکنیم و اونهایی که ما میخواهیم سخن بگوییم. این کاملا اشتباه است. درود بر شما، بفرمایید قربان. بفرمایید. درود بر شما جناب استاد. مخلص شما عزیزم، بفرمایید. بله، از ایران تماس میگیرم خدمتتون جناب استاد. زنده باشین عزیزم. هستم هم... که من محبت دارید شما هستم که صداشون رو مثل که مقطوع فرمودند. درود بر شما قربان، بفرمایید. بفرمایید قربان. الو جانم عزیزم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بر شما عزیزم. الو بفرمایید، صداتون پخش میشه، بفرمایید. مثلا با استاد مشیری صحبت کنم؟ بفرمایید عزیزم، من مشیری هستم، صداتون پخش میشه، بفرمایید. خسته نباشید. ممنونم از محبت شما. حضرتون یه سوال داشتم خدمتتون استاد. جونم عزیزم، من یه نقدی در مورد حافظ خوندم از آقای کسروی. بله. خب تو این نقد آقای کسروی تقریبا حافظ کوبیده بودن. اینطور گفته بودن که حافظ صرفا برای جمع کردن شعر یک سری لغات رو به عنوان قافیه ردیف میکنه و بعد متن رو حالا اونطور که میخواد با توجه به اون فلسفه‌های مختلفی که خونده میاره و یه شعری در میاره. واضح بودن که شما چقدر با این موضوع موافقید. بله، ممنونم از شما. اجازه بدید هموطن روی خط. این خیلی مطلب مهمی است، داستان برخورد. تشکر میکنم. ممنونم از محبتتون، خدمتتون حتما جواب میدم. قربون شما برم. خیلی خیلی لطف فرمودید. با اجازه از هموطنان که روی خط هستم یک توضیح کوتاه بدم. مرحوم کسروی رو از این دید نگاه نکنیم لطفا. صحبت سخنان مرحوم کسروی در باب حافظ خطاست، در باب ادبیات و هنر اشتباهه. خب این مرد بزرگ، شریف، نازنین، دانشمند خوب ما و غیرتمند ما، عرض کنم که اندیشه های مفید بسیار داشته، در تاریخ نویسی بی نظیر بوده، نگاهش به وطن، تقوای او، همه اینها هست. اما فراموش نکنیم که
همین شیوه فکری رو مرحوم وزیری در باب موسیقی ایران داره. اینا آدمای ایدئولوژی بودن، اینا میخواستن جامعه رو به سمت پیشرفت ببرن و خیلی سریع به نتیجه برسن. این است که نگاه این استاد محترم، این مرد علامه، به هنر کاملا اشتباه بوده. اونجا که میگه حافظ روسیه نمیدونم چه کرده است، بعد ایرادها میگیره بعد سعدی اینا، و فقط شاهنامه رو عرض کنم که بعد کنار داشته است از این سخنان. سخنان این استاد اشتباه بوده به نظر من، نگاهش کاملا اشتباه بوده به هنر و به هنر حافظ و هنر سعدی و مولانا جلال الدین. این مرد اونقدر شیفته پیشرفت این مملکت و گسترش حکمت عقلی در این کشور و آبادیش و آزادیش از دست خرافات بوده، یاد ما نرود که کسروی از کجا آمده، چه صحنه ها دیده، چه خرافاتی دیده. در یک جا میگوید که من رفتم در دادگستر میبینم یک تعداد زیادی از این بچه آخوندها با خاک بازی میکنن کنار آفتاب. میگم اینا چه کاره هستن؟ میگن اینا شاهد هستن. میگم شاهد چی هستن؟ میگن شاهد جور. هر کسی میاد دو تومان به اینا بدهد شاهد میشه و اینجا قاضی هم همینجور. بیزار شده کسروی از این داستان ها، از این داستان های منقول بیزار شده واقعا. اینا این حرفا رو زده، وگرنه اونجایی که میگوید دولت ها نه است که بی خون دل آوید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان این همه نیست. استاد کسروی اشتباه فهمیده مطلب رو، یا تجاهل العارفین کرده. حافظ این رو نمیگوید، حافظ نقد دین کرده است اینجا، نه که بگه تنبلی خوب است. این است که کسروی رو باید ببخشیم به بزرگواری هاش، اما سخنانش در باب ادبیات به گمان من اشتباه است. درود بر شما، بفرمایید. سلام استاد مشیری. سلام بر شما عزیزم. خیلی شما را دوست دارم استاد. مخلص شما. از کجا زنگ میزنین؟ استاد از قمشه. به درود بر به به به. هنوز اون معجزه هست که مهرها رو میچسبوندن به دیوار، میگفتن معجزه امام مهرها میچسبه به اون دیوار؟ نه خیلی دیگه انشالله از این انشالله اگه بشه از این خرافات دیگه نمیخوان. بله تو سری مردم نیست. بله قربونه. ما این مردم خیلی شما رو دوست دارند و خیلی کش خودی منم. سلام خیلی برسونی. استاد یه سوال از شما داشتم. جونم عزیزم، درباره این بمب اتم که حرف میزنید، وقتی که درباره شکاف در اتم داشتید حرف میزنید، میگفتی وقتی این اتم شکافته میشه این انرژی از کجا آزاد میشه؟ چه ماده ها یه تبدیل به انرژی میشه؟ این انرژی کجاست که آزاد میشه؟ اگه ایشالا توی برنامه تون که درباره تاریخچه بمب اتم بود یه توضیح بدید. بله خیلی ممنون میشم. صدا رو نام که شنیدم خیلی خوب باشد. سلام برسید. چقدر من دوست دارم نامه یارم ما عکسی شما رو میبینیم. درود بر شما لطفه عزیزم. سلام برسونید، زنده باشین. چقدر این لحجه شما رو من دوست دارم. سلام زنده باشید پاینده. قربونتون برم، لطف کردید. جونم یه خواهش میتونم از اون داشته باشم؟ جونم عزیزم، میخواستم بگم و خودتونم بهتر از من میدونید استاد، این امامات دیگه ایرانیزه شدن، یعنی تو کتابا نیستن، تو قلبی مردم. یعنی چطوری بگم؟ اگه در شهرم من خودم یه آدمی شاید دینی نباشم، اما اینا ایرانی هن دیگه عرب نیستن. بله بله متوجه هستم. من کاملا موافقم عزیز دلم. ممنونم از شما. اجازه بدید جواب سخنتون رو بدید. خدای مش ان شاء الله زنده باشید. شما هم زنده باشین. سلام خیلی برسونید. درود میفرستم به مردم شریف و بزرگوار شهر رضا که قمشه بود. هر ثبت که این مطلبی که فرمودید بدید در همون سه شنبه خدمتتون جواب بدم. مقداری بایندینگ انرژی هست که در ابتدای خلقت اینها رو به هم چسبانده، این هستی اتم رو، و توضیحاتش اندکی مفصل هست. وقتی بشکنه اینها رو ریلیز میکنه انرژی رو، و عرض کنم که اون موضوع تبدیل ماده به انرژی هم در اشتخالت داره، در بابش بعدا صحبت میکنه. این که فرمودین ائمه، حالا شما تصور نفرمایید من همچنین آدم ملحدی هستم که نمیدونم این چیزها رو فلان میدونم. نه، اینا جزء فرهنگ ماست. علتی که ما اینا رو نقد میکنیم به خاطری که اینها ابزار گرفتاری و بدبختی شده. امروز اگر حکومت دین نبود ما با اینها کاری نداشتیم، اما چون اینها مشروعیت خود رو از همین داستان ها میگیرن، ما مجبوریم مشروعیت رو سعی کنیم از اینها بگیریم که مشروعیت از این رژیم گرفته باشیم. یک روز ما اومدیم به شهر شما، من بودم و برادرم بود و زیادم نیست که دو نفر دیگه، در روزگار خیلی قدیم اومدیم به همین امامزاده. اونجا متولی گفت اینجا مهر نماز رو شما یک وردی بخوانید، یه چیزی گفت بچسبه به دیوار میچسبه.
ما کار کردیم که هر کار کردیم نچسبید. البته هر چه شما یک سطح خیلی صاف داشته باشید که خلأ ایجاد بکنید البته میچسبه. خب درود بر شما هموطن، بفرمایید قربان. خسته نباشه. شما خسته نباشه عزیزم، بفرمایید صداتون میاد. استاد من شما رو خیلی دوست دارم. یعنی واقعا دست پامو گم کردم. خواهش میکنم جونم. ایران فقط اینو بگم، 10 تا دونه 10 تا اصلا 1000 تا اگه مثل شما داشته باشه بازم کم. استاد عشق من شما من از استاد فقط میبوسم، دوست دارم. فقط تو رو هر چی که دوست داری این برنامه تو قطع نکن، فقط این برنامه تو نگه دار که ما هر چی بدبختی و مصیبت داریم میکشیم از این داستانایی که شما داری میگی. قربونت شما، درود بر تو عزیزم، درود بر شما. اسم پسرم هم فرهان گذاشتم فقط به عشق شما. قربونت دوست دارم استاد، مخلص شما عزیزم. لطف میکنید هموطن، خیلی ممنونم از محبتتون، چقدر لطف دارین شما به من. هر شبت که ما باید راه خود رو پیدا کنیم، داستان دین رو، مسائل به قول معروف معنوی رو از کار سیاست و سرنوشت ملت باید کنار بگذاریم. همه دردهای ما دوا میشه. دین موضوع شخصی است، هر کسی به هر خودش ربطی داره. این قضایا نیست که با حکم و امریه و زور و جبر و چماق و اینا باشه. چون در همه جا عکس رخ یار توان دید، دیوانه نیم من که روم خانه به خانه. درود بر شما هموطن، بفرمایید. میتونم با استودیو صحبت کنم؟ با استودیو گوشی معذرتون باشه عزیزم. درود بر شما، بفرمایید. خط مثل یک بود، بردارید لطفا. جونم بفرمایید. استاد بزرگ سلام، درود بر شما. درود بر شما عزیزم، زنده باشین، حالتون چطوره؟ شب ما در ایران و روز شما بخیر استاد بزرگ با. من مخلص شما، من شاگرد شما عزیزم، بفرمای قربا. بزرگ همه ما هستی، استاد بزرگ. مخلص شما. استاد عرض میخوام در از مزاحمت، میخواستم یه سوال عزیزم داشتم، این در مورد سن حضرت معصومه میخواستم سوال بکنم اگر لطف کنید. حضرت معصومه که در قوم هستن میفرمایید؟ بله بله حتما عزیزم، حتما. متشکرم، سوال دیگه نداری؟ من دو پیروز و سربلند باشید انشاءالله. قربون شما برم، لطفتون گرم نشه. خندی براتون داریم. خط چند و؟ خدا نگهدار. خط یک و؟ جانم بفرمایید. سلام استاد. سلام بر شما قربان. استاد یکی راجع به آقای احمد کسروی صحبت کرد. بله بله. عرض می‌کنم زورتون که من معتقدم که اون آقای کسروی حق داشت به اون آتش سوزان حافظ و خیلی های دیگه این کار را قدیم کردن، برای اینکه حافظ نبود. اونایی که حافظ تا به حالا نوشتن، حافظ رو یک آدم صوفی عرق خور عرض کنم تری چیز معرفی کردن، در صورتی که واقعا نفهمیدن این سردار آزادی رو که چه مسائلی در کرده. بله بله. مثلا مثال میذارم، یه جایی گفته که بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. بله. دو نفر بزرگ که اسمی برم، یک کتاب درباره همین بیت صحبت کردن که بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید، یا نفس آشنا شنید. دستم که اصلا زیاد مسئله نیست. مهم در اینجا که من اینو رسیدم بهش به نظر ما البته اینه که این تو کیه؟ بوی خوش تو به خاطب حافظ در بیت کیه؟ بله. و کسی اینو نفهمه اصلا غیر ممکنه مطلب رو درک کنه. بله بله. در این که دفعه از این غزل رو چی من البته عوض دهتن شاید 80 دفعه خوندم که به اینجا رسیدم که جایی که میگه ما
باده زیر خرقه نه امروز میکشید، صد سال پیر میکده این ماجرا شنید. بله. به چه اشاره میکنه؟ به اختناق مظفری. بله. یا پشترش میگه ما می به بانگ چنگ نه امروز میخوریم. بس دور شد که گنبد چرخ صدا شنید. کسی فکر نکرده که اون امروز با این امروزی که در دو بیت هست شاید 30 سال یا 31 سال مثل امروز فرق داشته باشه. ممنونم عزیزم، ممنونم. صحبت از کسروی به جای دیگر رسید. نظر شما در باب همینه. منظورم همینه که به کسروی حق داشته. اون حافظ، این اون حافظ، میخوام راجع به حافظ بگم که حافظ را هنوز نفهمیدن. بله بله، ممنونم عزیزم، متشکرم، خیلی خیلی مرحمت فرمودید، نظرتون فرمود. خب تو در مورد یه دفعه بحث کنید. بله بله، ممنونم از محبتتون عزیزم. دوستان روی خط هستن، حتما حتما در این باب صحبت میکنیم. متشکرم از شما. خدمت شما عرض کنم که خب اینم نظر شما. الو؟ بله. الو بفرمایید. الو. خدمت شما عرض کنم که نه، این مطلب شماست که البته خب پیداست که خیلی هم وقت تمام شد. شما عرض شد که پیداست حافظ بسیار خوانده اید و به تفسیرهای مختلف و تأویلهای مختلف آشنا هستید، اما نه، موضوع مرحوم کسروی نبود. مرحوم کسروی بر این بود که تمام این شعرا به غیر از فردوسی سبب نشت بیکاری و بیاری و صوفیگری و جودیدگی و عرض کنم که گوشگیری و بیکاری و تنبلی و اینها شده است. این است که در یک روز سال یک روز رو معین کرده بود این مرد بزرگ و کتاب در بخاری میانداخت، یکی دو تن از پیروانش هم میسادن و کمک میکردن، کتاب ها رو میدن در بخاری. نبود که حالا تعبیر بدی از حافظ کرده بودن و مرحوم کسروی تعبیرهای بد رو دیده بود، نه، با سعدی هم همین کارو میکردن، با خیام هم همین کارو میکردن و نوشتن و گفتن و این هم معنی مشهور است. اما این مرد مرد بزرگی بود، من شخصا بهش خیلی احترام دارم، عکسش هم که میبینید پشت سر من هست، از شهدای راه خرد هست مرحوم کسروی و راه ایران زمین، از سرداران این مملکت به حساب میاد. وقت ما هم در اینجا هم بتونم، چقدر خوشحال شدم با شما صحبت کردم، خطا رو واسه بیشتر صحبت کنیم. درود میفرستم به آقای کربلایی گرامی که در لس آنجلس هستن و امروز به واسطه اینکه با هموطنان صحبت کردیم فرصت نشد با این دوست بزرگوار صحبت کنیم، صدای خوبشون رو بشنویم. از امیر عزیز که به شایستگی برنامه رو هدایت فرمودن و موسیقی بسیار بسیار خوب برای ما پخش کردن ازشون سپاسگزارم. از شما همزبانان هر جا که هستید، پارسی زبانان، هموطنان سپاسگزاری میکنم. تا امشب باز ما چند تا برنامه داریم امروز. یکی اینجا خدمتتون هستم، شب آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه و بعد که برمیگردم با آقای مهری در KRSI رادیو صدای ایران صحبت میکنیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.